احمد شاه مسعود از رهبران مجاهدین افغانستان. اینجا 28 ساله است ولی علیه یک ابرقدرت نظامی سلاح برداشته، شوروی سابق، و دولت تحت حمایتش در کابل. اینجا در زادگاهش، دره پنج شیر، دره‌ای که شهرت دارد تسخیر ناپذیر است با وجود حمله های پی در پی ارتش شوروی و بعدتر طالبان، هیچ کدام موفق به فتح پنج شیر نشدند. این فرمانده نامدار 10 سال در دهه 80 میلادی علیه شوروی جنگید و در دهه 90 علیه طالبان و اسلامگرایان افراطی، مقاومتی که او را به شیر دره پنج شیر معروف کرد. این بقایای تانک های شوروی است که ناکام ماندند. فقط تانک ها نبودند. اینجا احمد شاه مسعود خساراتی که به یک مسجد خورده را بررسی می کند. بعد از حمله هلیکوپترهای شوروی، حمله های هوایی هم از پادرشان نیاورد. احمد شاه مسعود به غیر از فارسی و پشتو فرانسوی هم صحبت می کرد. فرانسوی را در دبیرستان استقلال کابل که دو زبانه بود یاد گرفت. بعد رشته مهندسی را در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نیمه تمام رها کرد. از قوم تاجیک و سنی مذهب بود. چهره‌ای کاریزماتیک که در یک دستش اسلحه بود و دست دیگرش کتاب شعر. ز عشق شسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. احمد شاه مسعود از در کنار چگوارای کوبایی و هوشیمین ویتنامی از معروفترین جنگجویان چریکی قرن بیستم است. اینجا احمد شاه مسعود میگوید کوه‌ها و دره‌های پنجشیر نقطه قوتشان است، ولی برای دشمنانشان دردسر. هرچند حالا طالبان ادعا می کند پنج شیر را تصرف کرده، اما فرماندهان و اعضای جبهه مقاومت ملی از جمله پسرش می گویند به همین کوه ها پناه بردند و جنگ چریکی تازه شروع شده. احمد شاه مسعود بعد از خروج شوروی مدت کوتاهی وزیر دفاع افغانستان شد و بعد کناره گیری کرد. مخالفانش در جریان جنگ داخلی افغانستان منتقد عمل کردش بودند. اینجا گلبدین حکمتیار 32 سال پیش در مصاحبه با بی بی سی او را به نرمش متهم می کند. برادر ماست، اما اشتباه زیاد کرده، مثل آتش بس با روزها. این بدترین کار در تاریخ جهاد ما بود. هیچ فرمانده‌ای همچین خطایی نکرده. آن سالها و در بستر جنگ سرد، آمریکا و پاکستان از اسلامگرایانی مانند گلبدین حکمتیار حمایت مالی و نظامی می‌کردند. منتقدان احمد شاه مسعود می‌گفتند او جنگ سالار است. اما همرزم سابقش 10 سال پیش در مصاحبه با بی بی سی فارسی به این انتقاد جواب داد. یک دیدگاهی است که خود یک جنگ سالار بوده، در جنگ‌های کابل نقش داشته، که بیشتر مثل که بیشتر تاکید کردم برآمده از اون سلیقه های قومی و مذهبی و زبانی و سیاسی و چنین چیزایی است. فهیم دشتی چند روز پیش در پنجشیر کشته شد در جنگ با طالبان، دشمنی که از زمان احمد شاه مسعود در جریان است. بحث پارلمان اروپا قرار دارد. این فرمانده نظامی بارها درباره اسلامگرایی افراطی به غرب هشدار داده بود، از جمله اینجا در فرانسه، تنها کشور غربی که چند ماه قبل از ترورش به آنجا سفر کرد. زنده نماند تا ببیند پیشگوییش درست از آب در آمده. 2 روز قبل از حملات 11 سپتامبر، القاعده این فرمانده 48 ساله را ترور کرد. 2 جنگجوی تونسی وانمود کردند که خبرنگارند و برای مصاحبه آمدند. محل دیدار در این خانه در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان بود. بمب در دوربین جاسازی شده بود. او در پنجشیر به خاک سپرده شد و حالا آرامگاهی برایش ساختند.
دولت پیشین افغانستان او را قهرمان ملی نامید. قهرمان ملی افغانستان حالا رفته و بعد از 20 سال طالبان دوباره برگشته. اما احمد شاه مسعود پسری به یادگار گذاشته که مصمم است راهش را ادامه دهد. پسری به نام احمد مسعود. پرهام قبادی، بی بی سی.